و اما در مورد این موضوعی که گفتید، اولا که من هیچ وقت واقعا رد نشدم از این موضوع. اولا من مادرم باشم، انسان که هستم، و در این موضوع در ارتباط با همسر منه. به چند دلیل برای من حتما مهمه. یکی اینکه آیا من دارم زندگی با پولش خوش که فاسد میگذرونم، بچه همو دارم اینجوری بزرگ میکنم؟ فرض بذاریم که من بگم که از لحاظ مالی استقلال دارم و از درآمد همسرم هم اقتدار نمی کنم، اما بالاخره باید بدونم دارم با این جنایتکار زندگی میکنم یا نه. به وقتی دارم فعالیت اجتماعی میکنم، پیگیری این جنایت جزئی از وظایف من محسوب میشه. حالا دیگه خدای نکرده قرار باشه اون جنایتکار همسر من هم باشه، ولی من میخوام بگم آیا موضوع شخصیه؟ الان داریم میگیم اینجوری مطرح شده، عده‌ای دارن میگن یاسین رامی شیر خشک فاسد از طریق هلال احمر وارد کرده و باعث کشته شدن نوزاده و پور شدنشون شده. یعنی چی؟ یعنی شما از آلمان شیر خوش خریده، فروخته به هلال احمر، هلال احمر وارد کرده، مجوز از وزارت بهداشت گرفته و بعد از گمرک ترخیص کرده، یه سری جا هم پخشش کردن، مثلا داروخانه ها و بیمارستان ها فروختن، مردم رفتن خریدن، بچه ها خوردن، مسموم شدن، رفتن بیمارستان، یه عده نجات پیدا کردن، یه عده پور شدن، یه عده هم کشته شدن. خب نباید الان این مدارک در قوه قضاییه، در کلانتری، آگاهی، پزشکی، قانونی رسیدگی شده باشه؟ و به نظرتون الان موضوع شخصی و من فرار کردم؟ اگر من چه تاییدش بکنم، چه تکذیبش بکنم، چه وجاهتی داره؟ این سوالو نباید از دولت، قوه قضاییه، هلال احمر، وزارت بهداشت، هر ارگانی که مربوط به این موضوع باید پرسیده بشه. و اگر یاسین رامی با همه اینا توانی کرده و در کشور جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، این اصلا شخصی نیست. یعنی اینو باید در ابعاد ملی و فراملی واقعا پیگیری بشه، بگن برای چی وارد شده و مبدا کجا بوده. یعنی من از همه شماهایی که اینجا هستین خواهش میکنم اینو پیگیری کنیم، این بار واقعا جدی پیگیری کنیم. اگر لازمه کمیته در شورای امنیت ملی برگزار بشه با نماینده های از مجلس، قوه قضاییه و دولت و علنی و شفاف، یعنی رسانه ها اجازه داشته باشن در اونجا حضور داشته باشن، سانسور نشه موضوع که بعد دوباره سربسته یک موضوعی رو تمومش کنن. و اگر این اتفاق افتاد، مطمئن باشیم من در کنار شما حتی جلوتر از شما پیگیری این قضیه خواهم بود.